آدم‌ها چه باید بکنه؟ انسانی که بنده شهوات خودش و بنده شیطانه، بنده هواپرستی هاست، تخیلات خودشه، نه احتیاجات واقعی خودش. شیطان در آیه 39 سوره هش که سوره پنجم قرآنه به خداوند میگه که رب خداوندا، صاحب اختیارا، به ما اغویتنی، به خاطر اینکه منو به اشتباه انداختی، منو گمراه کردی، لأزینن لهم فی الارض، کارهای زشت را برای این فرزندان آدم توی زمین زیبا جلوه میدم، زینت میدم، ولأغوینهم اجمعین، همشونو گول میزنم، همشونو از دم گول میزنم، الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان مخلص تو را. گفت چیکار میکنه؟ لا ازینن، لا ازینن لهم فی الارض، کارهای بد را برای اونها در زمین زینت میدم، زیبا جلوه میدم، ولا اقوینهم اجمعین، همشونو گول میزنم، همه اونها را، همشونو گول میزنم، اغوا میکنم، به اشتباه میندازم، فریب میدم، الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان مخلص تو را. مخلصین، نه مخلصینا، مخلصین یعنی خالص شدگان، کسانی که خالص شدند، نه کسانی که خود خالص بکنند. بندگان خالص تو را فقط نمیتونم گول بزنم، بندگان خالص لااقل دو تا شرط اساسی رو باید داشته باشن. اون دو تا شرط چیه؟ یکی اینکه بدونن خدا چی گفته، چون بنده مطیع فرمان ارباب خودش، پس بنده خالص کسی که کاملا مطیع فرمان خدا باشه، کسی است که بدون خدا چی گفته، دستورش چیه، امرش چیه، نهیش چیه، نظرش چیه. لذا اولین شرط علمه، باید بدونه که خدا چی گفته، چون دیدیم که خداوند در آیه 3 سوره اعراف فرمود چیه، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، از اون چیزی که از جانب خداوندتون صاحب اختیارتون به شما نازل شده پیروی کنید، بلا تتبعوا من دونه اولیا، از اولیای دیگه پیروی نکنید. پس شرط اول اینه که انسان بدونه خدا چی گفته، که باید قرآن بخونه، خوب بخونه، بارها بخونه، بفهمه که خداوند چی گفته تا بتونه اون عمل بکنه. شرط دوم چیه؟ تسلط بر نفس، که بتونه جلوی وسوسه های شیطانی، جلوی هواهای نفسانی بیسته. تقوا، تقوا یعنی خودنگهبانی، تسلط بر خود، بنده دل و دلخواه نبودن. انسان ها بنده چی هستن؟ هواهای نفسانی خودشون هستن، هواهایی که وقتی بهشن برسن میرن خبری نیست، آن چیزی نیست، تخیلاتی بوده. ولیکن انسان ها بنده این تخیلات هستن، به خاطر این تخیلات هر خیانتی رو میکنن، هر جنایتی رو میکنن، حتی به رفیقشون، به دوست صمیمیشون خیانت میکنن. انسان ها این هن. از این انسان ها باید انسان های ساخته بشه که دنیای پاکی رو به وجود بیارن. پیغمبران برای همین آمدن. آیه 2 سوره جمعه چی میگه درباره پیغمبر اسلام؟ میفرماید هو الذی، خداوند همون کسی است که، اون وجودی است که، بعث فی الامیین رسولا منهم،
در بین بیسوادان رسولی از خودشان برانگیخت که یتلو علیهم آیاته، که آیات خدا رو بر اونها میخونه و یزکیهم و تزکیهشون میکنه. تزکیه یعنی پاک کردن، یزکیهم اونها رو تزکیه میکنه، تزکیه یعنی پاک کردن اونها را از افکار غلط و از اعمال غلط پاک میکنه، اونها را پاک میکنه. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، به اونها کتاب و حکمت یاد میده. حکمت یعنی چی؟ یعنی حکمت را اگر بخواهیم ببینیم چیه، علمه. اما چه علمی؟ علم دقیق و همه جانبه که اشتباه توش نباشه. پس وظیفه پیغمبر اینه که مردم را با کتاب و حکمت، با آیات خداوند آشنا بکنه و اونها را از لحاظ اخلاق، از لحاظ گفتار، از لحاظ طرز فکر و از لحاظ عمل پاک بکنه. چون تا فکرشون عوض نشه عملشون عوض نمیشه. چون دیدیم که خداوند میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، تا مردم خودشون اون چیزی که مربوط به خودشونه، طرز فکرشون رو عمل عوض نکنن، خدا وضعشون رو عوض نمیکنه، تغییر نمیده. پس باید سعی بکنیم دنیایی بسازیم که آدمهاش فکرشون درست بشه، واقع بین باشن، خیال پرور، خیال پرداز نباشن، اسیر اوهام نباشن، خیال بافی نکنن. فریبکاران هم همیشه از یه خیال بافی انسانها سوء استفاده کردن. احتیاجات واقعی انسانها چیه؟ اگر واقعیت وجودی انسان رو ببینیم و احتیاجاتش رو نگاه بکنیم، انسان یه وجودیست مثل بقیه موجودات زندهی که خدا آفریده، فقط به انسان دانش داده، به حیوانات این دانش که به انسان داده نداده، که قرآن میگه علم آدم الاسما، خداوند با آدم اسمها رو یاد داد. اسمها چه کار میکنه؟ اسمها وسیله گفتگو میشه دیگه. این که انسان بتونه اون چیزی که تو فکرشه برای دیگری بیان بکنه، اونم بفهمه که این چی میگه. حیوانات دیگه این کار رو نمیتونن بکنن، خیلی محدوده. صداهایی که از خودشون در میارن خیلی محدوده، ولی که انسان این نعمت خدایی رو داره، علم، علم آدم الاسما. تمام صحبت های میکنیم به وسیله همین اسم هاست که گذاری کردیم به زبان های مختلف. این قدرت اسم گذاری که به انسان داده شده، انسان را حاکم بر طبیعت کرده، به طوری که اگر اطرافتون نگاه کنید، بیشتر چیزهایی که میبینید در اطرافتون ساخته دست انسانه، ساخته دست انسان. همین تلویزیونی که تماشا میکنید، همین نواری که دارید میبینید، اون فیلمش، اینا کجاش طبیعیه؟ اتاقی که توی زندگی میکنید کجاش طبیعیه؟ این انسان ساخته. لباسی که تنتونه، کی طبیعت این لباس به این صورت ساخته بوده؟ انسان بوده که اینها کارا رو کرده. انسانی که رفت کره ما، خاک اونجا رو آورد. انسان به وسیله این علم که حاکم شده، وگرنه قدرت بویاییش از خیلی جانوران کمتره، شنواییش از خیلی از جانوران کمتره، اون حواسش از بسیاری از جانوران کمتره قدرتش. اما علمی که به انسان داده شده پس از اینکه به فرشتگان عرضه شد، فرشتگان عاجز بودند، نتونستن بگن، انسان گفت، بعد به فرشتگان میگه اسجدول آدم. به چی آدم سجده بکنه؟ به خاک؟
به اون لجن متعفن همه این مصنوع، نه به علمی که به انسان داده شده که برای فرشتگان ثابت کرد که انسان چیزی داره که شماها ندارید، به اون چیزی دادن که به شماها ندادن. خب اگر به مورچه هم این علم داده بود، مورچه همه قدرت انسانی رو پیدا میکرد، اما نداده به اونها، به انسان داده این را. این امانت به دست انسان سپرده شده، مسئولیتش هم به عهده خود انسانه. این انسان اگر با علم نگاه بکنه، واقع بینی بکنه، اسیر اوهام نباشه، خودش رو یه موجودی میبینه مثل بقیه موجودات دیگه که خدا آفریده و جان دارن. جان دارن احتیاج به چی دارن؟ احتیاج به غذا دارن، احتیاج به آب دارن، احتیاج به هوا دارن، احتیاج به جفت دارن برای ادامه نسل. همه حیوانات رو وقتی نگاه بکنید اینها را دارن، انسان هم اینها رو داره. فقط انسان دو چیز دیگه داره که مورد احتیاجشه که حیوانات جانداران دیگه ندارن. این دوتا، یکیش مسکنه، یکیش پوشاک. پوشاک هر حیوانی همونی که تنش هست، چه پرنده باشه چه خزنده باشه، چه در خشکی زندگی بکنه چه در دریا زندگی بکنه، اما انسان احتیاج به پوشاک داره. حیوانات هم اگر لونه‌ای درست میکنن بعضیاشون، برای اینکه خودشون از خطر نجات بدن، یا برای اینکه تخم گذاری کنن بچه‌ها رو پرورش بدن. پرندگان وقتی که لونه ای میسازن خودشون نمیرن تو اون لونه بخوابن، تخم گذاری میکنن، روی تخم میخوابن، بچه هایی که در اومدن قدرت پرواز پیدا کردن، نه خودشون میرن تو اون لونه بخوابن، نه بچه ها میرن تو اون لونه ها بخوابن، فقط برای پرورش نسل بعدی است که لانه سازی میکنن. بعضی هم برای حفظ وجود خودشونه که مورد حمله قرار نگیرن. خب این احتیاجات چقدره؟ احتیاجات واقعی انسان ها چقدر؟ انسان جا میخواد برای خوابیدن، آگه اتاق براش کافی نیست که او را از سرما و گرما و باد و باران و بوران و طوفان و همه اینها حفظ بکنه؟ کافی براش، از لحاظ احتیاج واقعی براش کافیه.